سلام، صبح شما بخیر. ساعت 9 صبح وقت تهران، 9 فروردین ماه 1394، با یک بخش زنده خبری ویژه مذاکرات اتمی ایران و 6 قدرت جهانی همراه شما هستیم. من رضا محدث هستم. روز چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از ساعتی دیگر در لوزان سوئیس از سر گرفته خواهد شد. این مذاکرات قرار است با دیدار جان کری و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف از سر گرفته شود. بعد از این دیدار هم وانگ یی وزیر خارجه چین با همتای ایرانیش دیدار خواهد کرد. دیدار آقای هماند و محمد جواد ظریف هم برای بعد از ظهر امروز برنامه‌ریزی شده است. سرگئی لاوروف هم بعد از ظهر امروز به لوزان خواهد رسید. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب پس از دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا و فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به پایان رسید. روز شنبه وزرای خارجه فرانسه و آلمان هم به لوزان سوئیس سفر کردند تا در دیدار و گفتگو با وزرای خارجه آمریکا و ایران در جریان میزان پیشرفت مذاکرات قرار بگیرند. به گزارش بلومبرگ، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از دیدار با وزیر امور خارجه فرانسه گفت در مذاکرات اتمی جاری به اندازه کافی پیشرفت حاصل شده است که به توان کار روی پیشنویس یک توافق برای پایان دادن به اختلافات با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کرد. آقای ظریف همچنین در صفحه فیسبوکش در پیامی عنوان کرد که گفتگوهای روز شنبه جدی و رو به جلو بوده است. به نظر می‌رسد شیوه رفع تحریم‌های وضع شده بر اقتصاد ایران و همچنین چگونگی تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای این کشور همچنان از موارد اختلاف طرفین است. ایران و 6 قدرت در حال مذاکره باید تا روز سه‌شنبه 11 فروردین به درک مشترک از اصول توافق جامع احتمالی با ایران دست پیدا کند تا بتواند تا پایان ماه ژوئن 10 تیر ماه مذاکرات را برای نگارش جزئیات توافق جامع هسته‌ای ادامه دهند. اما فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که قرار بود امروز به این مذاکرات بپیونده شب گذشته به لوزان رفت و با تاکید بر اینکه هنوز برخی از مسائل اساسی حل نشده افسود با این حال هیچگاه تا این حد به توافق هسته‌ای با ایران نزدیک نبوده. ما همه یک نگرانی رو داریم، اول رسیدن به یک توافق و دوم رسیدن به یک توافق خوب. همونطور که گفتم توافقی که به موجب آن ایران نتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. توافقی که در جهت منع گسترش سلاح هسته‌ای و امنیت منطقه و جهان باشد و همچنین برای ثبات و امنیت منطقه‌ای رسیدن به این توافق مهم است. ما همه در این مورد توافق داریم. خانم موگرینی با حضور در هتل بوریواژ با وزیر خارجه آمریکا دیدار و درباره آخرین تحولات در این دوره از مذاکرات با هیئت ایرانی گفتگو کرد. جان کری پیش از آن عصر روز شنبه با همتایان فرانسوی و آلمانی خود که وارد لوزان سوئیس شدند دیدار و درباره روند مذاکرات جاری برای رسیدن به توافق سیاسی گفتگو کرد. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و وانگ یی وزیر خارجه چین نیز همونطور که پیشتر اعلام کردیم تا ساعت دیگر وارد لوزان سوئیس خواهند شد. اما نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به لوزان سوئیس در گفتگو با پال ریشتر خبرنگار لس آنجلس تایمز در لوزان که مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 با ایران را از ابتدا پیگیری کرده از او خواسته تا در مورد روند گفتگوها به ویژه در یک سال اخیر ارزیابی خودش را ارائه بده. این تحول در واقع دگرگونی بسیار بزرگی بوده. زمانی بود که مقامات آمریکایی و ایرانی اصلاً با هم حرف نمی‌زدند. حالا به طور مرتب مذاکره می‌کنند. فکر می‌کنم آدرس ایمیل و شماره تلفن یکدیگر را هم دارند و این خودش تغییر بزرگی است. آنها در بحث بر سر جزئیات این توافق راه درازی را تا اینجا پیمودند. البته هنوز این احتمال هست که توافق در نهایت به دست نیاید و ممکن است در لحظه آخر همه چیز به هم بخورد. شکاف ها عمیق است و آقای اوباما ممکن است نتواند این توافقی را که ظاهرا نزدیک است به دست آورد و به آمریکایی ها عرضه کند. بنابراین هنوز هیچ تضمینی نیست، ولی تا همین جا هم به نقطه ای رسیدند که پیشتر وقتی آقای جلیلی مذاکره کننده ارشد بود حتی تصورش را هم نمی کردیم. خانم آقایان، اینجا به طور زنده منتظر هستیم هر موقع اتفاقی افتاد با شما خواهیم بود. رأس ساعت 10 صبح وقت ایران بخش بعدی خبرهای ما خواهد بود. روزتون خوش.